وقت شما عزیزان به خیر و شادی باش هر کجای جهان که هستید آیا شادی که ما از طرف خداوندمون کسب کردیم ماها که مسیح ایمان آوردیم به زمان و مکانی محدود میشه خیر چرا که میدانیم پولس رسول در نامه‌ای که برای فیلیپیان نیز مینویسه باب چهار آیه چهار اعلام میکنه که در شاد باشید و باز میگویم شاد باشید در ثروت در قدرت در شرایط خوب زندگی در سلامتی خیر چرا که تمام آنچه را که من اعلام کردم یک تاریخ انقضا داره پولس رسول با تجربه ای که داره اعلام میکنه در خداوند شاد باشید چرا که خودش در زندان روم هستش و در اون سختی و مشکلات که حتی منتظر این بود که چه بسا در اون زمان او رو به صلیب ببندن و اعدامش کنن آن چرا که در از پولس رسول تجربه کرده شادی بوده که خداوند به توسط روح القدس به او داده و اگر ما بخوایم این شادی جاودانه و آسمانی رو همیشه داشته باشیم میبایست هر روزه در حضور خدای قدوس که آورنده شادی و محبت هست بریم و هر روزه از کلام شادی آور او کتاب مقدس کلام زنده او پر بشیم و هر روزه از روح مقدس او که به ما این قوت و شادی رو میده نیز لبریز بشیم تا تمام دلایل و چرا که میخواد مانع شادی ما بشه نگرانی های ما خستگی های ما صداهای منفی و نگاتیبی که بر علیه ما و شرایط ما هست رو زیر صلیب مسیح قرار بدیم و با فیض خداوند اون قوت و شادمانی رو نیز از مقابل حضور خداوند که به ما هدیه کرده برداریم در مزمور 71 از یک تا پنج رو براتون میخونم که نویسنده اینگونه میگه در تو ای خداوند پناه بردم پس تا به ابد خجل نخواهم شد این ایمان و این اعتماد رو داره که قوت و شادی که خدا به میده ابدی هست به عدالت خود مرا خلاصیده و برهان گوش خود را به من فراگیر و مرا نجات بده برای من صخره سکونت باش تا همه وقت داخل آن شوم تو به نجات من امر فرموده ای زیرا صخره و قلعه من تو هستی خدایا مرا از نست شریر برهان و از کف بدکاران ظالم تمام دلایلی که میخواد اون شادی و اون قوت را از ما بگیره و ادامه میده زیرا ای خداوند یهوه تو امید من هستی و از طفولیت اعتماد من بوده ای و ما میدانیم که کلام خداوند اعلام میکنه مطابق متا دوازده بیست و یک مسیح امید همه ملت است و عیسی مسیح نیز وعده داده به همه ماها که به او ایمان آوردیم مطابق متا بیست و هشت و اینک من هر روزه هر روزه دیروز امروز و فردا تا انقضای عالم همراه شما می باشم و مطابق رومیان هشت سی و یک نویسنده اعلام میکنه تا خدا با ماست کیس بر ضد ما کدوم غمی کدوم ترسی پس در شادی جاودانه خداوند زیست کنیم